شو که همه چیز با آبرو برگزار شد. دور بگرد. حالا دیگه وقتشه که شیرینی بچه های خودمونو بخوریم. عروسی که میشه دلم قنج میره عروسی کرامت و گندم رو ببینم. وقتش رسیده که بچه هامون از آب و گل در بیاد. به امید خدا. این کرامت یکم سر به هواست، ولی زن مریده. زیر یه سقف که برن هم گندم تو سر و سامون میگیره، هم این پسر اموراتش رتق و فرق میشه و مرد میشه. با امید خدا. شما بزرگ ما این آقا سفر، حرف شماست. قربون مرامت، چپق بکش. سلام. دست نسوزه. ا
امشب خورشید خیلی قشنگ شده بود. ایشالا خوشبخت بشن. میشن. کریم پسر خوبیه. کاریه. بچه با جنمیه. پات چطوره؟ هنوز درد میکنه؟ نه الان بهترم. تو رخش یه کمی درد گرفت. ولی نمیخواستم جلوی این پسر کرامت کم بیارم. خیرس گنده چه دلبری میکرد برای همه. افاده‌ای. همه حواسش به تو بود. میخندی؟ علی چه کار به اون داری؟ در مورد خودمون حرف بزنی. فکر میکردم امشب بابات میاد. سال هاست که از این دیوه آدماش دوره. دعوتش میکنه اما سرش به کار خودش کرده. تو که بهتر میدونی. دیگه سراغی از آقا جونم نمیگیره؟ میگیره. به وقتش میگیره. وقتی میخندی قشنگتر میشی. یکم دیگه. یه سوالی ازت بپرسم، راستشو میگی؟ بپرس. آقا جونت میدونه چرا برگشتیده؟ فکر کنم میدونه. همین که به روم نمیه رو هرزگاهی میون این همه آدم فقط حال تو آقا جون تو ازم میپرسه، یعنی این که چیزایی میدونه. منم خیلی روم نمیشه راجع به تو باش صحبت کنم، ولی بالاخره بهش میگم. آخ که چقدر دلم میخواست امشب تو عروسی میدونستم آقا جون تو بابا سفر شیا به هم میگن. به دلت بد راه نده علی. دل من میگه همه چی آخرش درست میشه. دکتر میگفت نذار شاطر بره سراغ دود. براش خوب نیست. اگه باز طوریتون بشه، من که جز شما کسی رو ندارم. میگفت همین که شاطر همش پای تنوره بسته. تنور ما خیلی وقتی که گرم نیست. میشه ایشالله دوباره. دست بی بلا. تا خاک مقاومت پیدا نکنه محصول خوب نمیده. بیبی گله داشت چرا رستم سحرین رو نبرده دم خونش. امروزم پخت نداشتیم. اگه اینجوری پیش بره باید رستم رو بفرستم بره سر خونه و زندگیشو در نواییو ببندم. ببینم سمد آقا که قرار برات پارچه بیاره. دلناز گفت 4-5 روز دیگه سرکلش پیدا میشه. بگی باب همینقدر برام بسته. بیشتر پارچه بردار. من بیشتر نیاز ندارم. بردار. به امید خدا همین روزا نیازت میشه. همین روزا؟
دیشب مجال نشد بهت بگم. کت خدا رخصت خواسته با محلقا خانم بیان خواستگاریت. منم گفتم چه بهتر که همین ایام عروسی برگزار بشه و تو هم مثل دوستت بری خونه بخت. هم بابا ببین گندم، عهد من و کت خدا مال امروز و دیروز نیست. بالاخره یه روز این عروسی باید سر بگیره. بهتر زودتر سر و سامون بگیری بابا. اگه مادر خدا بیامرزت هم زنده بود همین رو میخواست. دستت درد نکنه، سرت درد نکنه. ناهارتو بیارم برات؟ نه میلم نمی کشه. میگم دیشب تو عروسی برا روی به هم زده بودی. حالا چی شده که باز عزیز شدم؟ شما همیشه عزیز بودی و هستی. میگم امروز چند شنبه است؟ دوشنبه. بچه ها کجان؟ کرامت همینجاست. دلنازم داره تو اتاق کتاب میخونه. سلطان قلبم کجایی کجایی؟ یار زیبا نیایی بیایی یارم. آقا کرامت. جانم آقا جون. برو اون تخته رو بچین تا من بیام. دارم میرم بیرون، میرم یه کار نکرده دارم زود برمیگردم. کار نکرده؟ سر زور؟ میرم یه سر انبار یه بار تحویل بگیرم که بفرستم بره. برای کی؟ خودتون گفتین آقا جون. میخوام بفرستم برای نونوایی شاترمان. آه خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. آقا کرامت، ما 100 کار که از شما میخوایم همه رو یادت میره، اما اموراتی که مربوط میشه به شاتر امان نمیدونم چه حکمتیه که فراموش نمیشه. آقا جون کار شاتر امان کار خودمونه دیگه. دیشب که سرم رو زشتم و بالش گمون نمی کردم صبح اینجا ببینم تو این حرفا رو بشنم. حالا آقا جونت میگی که خیلی زود. لباست چرا پاره است؟ گیر کرده به چوبا. بده برات بدوزم. نمیخوام. بده. نمیشه به آقات بگی با آقا جونم حرف بزنه؟ اون این کارو نمیکنه. اون رسم و رسوم پا نمیذاره. من این که مطمئن شو آقا جونت راضیه. یعنی چی؟ یعنی تا آقا جونت نخواد اون پا پیش نمیذاره. حقم داره. اگه من و تو هم جایی اون بودیم از رفاقت بابا سفر آقا جونت خبر داشتیم همچین کاری نمیکردیم. بالاخره که دیر یا زود آقا جونت باید بفهمه تو دلت به این وصلت نیست. فکر میکنی اون حاضر پارو عهدش بذاره؟ اون به خیالش من عروس بابا سفرم. اکاش همه چی به همین راحتی بود. از کجا میدونی؟ شاید که بدون یه کاری بکنه. من آقا جونم بهتر از تو میشناسم.
اون آبروش بازش مهمتره. کجا؟ من دیگه برم، یکی من اینجا ببینه شر میشه. اومده بودم بهت خبر بدم. علی تو رو خدا یه راه چاره پیدا کن. خدا به همراهت. دست شما درد نکنه شاطر. دست شما درد. خدا رو نگهدار. به سلامت. رستم تنور خاموش کن. با این وضع دیگه صرف نمی کنه تنور روشن کن. خرج یومی هم من دیگه در نمیاد. حق میگی شاطر، روزی 30-40 تا نون که به جایی من قد نمیده. ولی نه انشاءالله اینطوری نیمونه. با امید خدا سال دیگه هم زمین ها جون میگیره هم محصول شما خوب میشه. احوال شاطر امان. خسته نباشی. درمونده نباشی. باز مار خجالت دادی آقا کرم. اختیار داری شاطر امان، این حرفا کدومه؟ حساب کنم چون خط ما خیلی وقتی که پر شده. اه شاطر امان، کارکاسبی چجوریه؟ از شما چه پنهان، خوب نیست. با گندم پوک نمیتونم نون خوب بدم دست مردم. اتفاقا الان که داشتم میومدم به این فکر میکردم چرا شما یه نون جدید پخت نمیکنی؟ نون جدید دیگه چیه؟ شهر که بودم یه نونای پخت میکردم اسمش باگت بود. شکلای جور با جور هم داشت. تو بعضیش یه چیزای قاطی میکردم مثل کنجد و کشمش و خرما و تخم آفتاب گردون و سبزی. شما به عقیده من بگرد، یه چیزی پیدا کن قاطی آردت کن، یه نون کارآمدی تحویل مردم بده. هر کاری هم داشتی خودم در خدمتت هستم. دو تا فامیل که با هم یه پولستا گواشتر، اینجا آدم زندگی میکنه. لعنت بچهتون. با اجازه. سلامت. سلام دلناز خانم. سلام، تو رو خدا ببخشید، من فکر کردم نکنه یه وقت طورتون شده باشه. من خوبم. خب خدا رو شکر. نه چه این وقت لباساتون خیلی کمه، میخوای من ظرفاتون رو بشورم؟ به سرمایه اینجا عادت کردم. دوباره نامه پست کردین؟ گفتم این همه راهو نکوبیم بیای سر جاده. نامه هاتون رو جمع کنین، بچه های گش هفته یه بار که میام میدم براتون پست کنم. یعنی فقط هفته یه بار بیام اینجا؟ پستچی این منطقه هر موقع میلش بکشه میاد، هر جور دوست داری. دست شما درد نکنه، من خودم دوست دارم میام اینجا، چون که هم قدم میزنم هم که هوا خیلی خوبه اینجا. بعد دیگه چون که ده ما که پارک نداره، وگرنه من میرفتم پارک. مثل شهر نیست که پارک داشته باشه. که این شهر چی داره که شما اینقدر دوست داری؟ اینقدر ناشد نباشین. نه خب فقط پارک که نیست، همه چی هستی که تو شهر چهار تا آدم میبینی، تنها نیستی. شما خودتون اینجا از تنهایی دلتون نمیگیره؟ من تا وقتی کتاب دارم تنها نیستم، کتاب نخونده هم زیاد دارم. شما هم اگه مثل من همه عمرتون توی شهر بزرگ زندگی کرده بودین، قدر اینجا آب و هواشو میدونستین. بابا خب همه شما چقدر آب و هوا رو میگین، من اصلا منظورم یه چیز دیگه است. من میگم که یعنی مثلا اینجا تنهایین، خب دلتون یه رفیق نمیخواد. حتی دیدم با این علی آقای که مثل اینکه حرف میزنه، ولی اون نه، یه آدم مخالف خودتون. مثلا تو همین رمانایی که به من میدی من بخونم، یه آقایی با یه خانومی هم صحبتی میکنه خیلی قشنگ. یا مثلا شما که با هم الان داریم هم صحبتی میکنیم، حالا مثلا یه کمی بیشتر دیگه. خب من برم تو دیگه، اون کتابا رو اگه خوندین یه چند تا دیگه براتون بیارم. نه
هنوز نخونده ولی خیلی قشنگه تا اینجاش. آخه چیزه نه که اینجا خیلی سرده، من نگرانم شما نکن سرما بخورین یه وقت، خدای نکرده. خداحافظ. وای اینجا انقدر هواش خوبه و با هوا خوبه آدم اصلا دلش میاد بره. چیزه خیلی کم فقط سرده، ولی اگه مثلا چای آدم بخواد بخوره خیلی خوب. من حالا البته با اجازتون انشالله چای باشه برای بعد، چون کار دارم باید برم دیگه. با اجازتون، خدا نگهدارتون. ببین علی، تو این یک سالی که اینجا، این چندمین باره که تو رو تو این حال میبینم. میگی حاضر نیستی به هیچ قیمتی از دستش بدی، خیلی خوب، ولی راهش این نیست که هر دوتون بشینین و زانوی غم بغل بگیرین. بالاخره باید یه تکونی به خودت بدی. تو شهر بزرگ شدی، این حرفا که میزنی خوبه، ولی به درد اینجا نمیخوره. شهر و روستا نداره، اونجا یه شکله، اینجا یه شکل دیگه است. اگه دوستش داری و همه عمرت تو پاش نشستی، نذار یه دفعه بیانو ببرنش. اون شاترمان بیچاره از کجا میدونه وقتی حرف این وصلت پیش میاد دل دخترشو میلرزونه. اون که از حال شما دوتا خبر نداره. تو با سفره نمیشتستی، با پولش شده بزرگ ده. شاترمان هم این زندگیشو مدین اونو کمکاش میدونه. رفیق که هستن، قول و قرار قدیمی هم که گذاشتن. واقعا فکر میکنی شاترمان کسی که بتونه جلوی اون قدرتش وایسه؟ اینجا تو این ده سه بار سر همین حرفا خون به پا شده، سر بریدن. ببین علی، یک ساله که دارم این حرفا رو میشنوم. بالاخره که چی؟ بابات که حاضر نیست پا جلو بذاره، تو هم که نمیتونی یک کار بلندش بری خواستگاری. گندم برای یه بارم که شده بعد حرف دلشو به باباش بزنی یا نه؟ همینی که میگم اینجا رو نمیشناسی. اینجا دختری که حرف از دل بزن و از عشق بگه، اونم وقتی که اسم کسی دیگه روشه یعنی بی‌عفتی کرده. بی‌عفتی زمانی که دلش با تو باشه و با یکی دیگه بشینه سر سفره عقد. برو نذار بگذره. بالاخره این داستان بعد از یه جایی شروع بشه یا نه؟ اولمه؟ نه، ولی ازت خواستم هر بار نهی روی پشت بوم همسایه. فکر نمی کنه اگه مردم ببینن چی میگن؟ دلنگرانم گندم، نمیتونم همجوری دست رو دست بذارم و ببینم با سفر و کرامت هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. گناه من چیه که قد کرامت مال انبال ندارم؟ این چه حرفیه میزنی؟ رزق و روزی رو خدا میرسونه. اونو از 20 سال پیش با هم یه قراری گذاشتن. تو دیگه چرا اینا رو میگی؟ من حرف اونا رو میزنم. آقا جون همه عمر خودشو مدیون کارایی که بابا سفر براش کرده میدونه. اینه که داره آزارم میده. اگه یه وضع درست حسابی داشت و یه پس انداز، اون وقت فرق میکرد. چشم مردم ما رو به این روز انداخت. تو میدونی من چند ساله به بهانه‌های مختلف این کرامت رو منتظر نگه داشتم؟ آره میدونم، اما اینم میدونم انتظار من تو این سالا کمتر زمانی نیست که تو میگی. برای قول قرار قدیمی که دوتا آدم گذاشتن داره زندگی من و تو نابود میشه. اون وقت تو میخوای من ساکت بمونم؟ نمیتونم. من برای بودم با تو همه کاری کردم، چشم رو همه چی بستم، از خانوادم از زندگیم دور شدم. حالا هم صبر کردم تا تو بهم بگی چی کار کنم، یا خودت یه قدمی برداری. نمیتونم بشینم ببینم برام تصمیم بگیرن. من چی کار میتونم بکنم علی؟ باقات حرف بزن، روک پیش بگو دلت پیش کسی دیگه ایه. شاطر امانه که من میشنسم راحت از دلتو نمیگذره.
چرا بهش نمیگی گندم؟ یه حداقل کاری که باید میکردی. اگه بهش نگی و بگذره سخت‌تر میشه. نه من نمیتونم. خب برای یه بارم شده چشات روی این حرفا ببن، حرف دلتو بزن. به به چه عطر بویی رو انداختی دخترم. گفتم غذایی که دوست داریم براتون درست کنم. امروز رفتم یکم گوش خریدم برای امشب. میگفتی گوش نداری. رستمو میفرستادم بره گوش بگیره بیاره در خونه. نصرت بانو ما دستمزد لباسی که واسش دوخته بودم و داد. چرا آیدی تو خرج این چیزا میکنی؟ بذار کنار برای روز مبادا، نیازت میشه. مادر خدا بیامرزدم همینجوری بود. تو آیدی میرسید میرفت برای خونه یه چیزی میخرید. کاش نرگس اینجا بود و میدید چه کدبانو میشدی. هم خیاطید مثل اونه، هم دست بختید. نور به قبرش بباره. کاش بود و تو رو توی لباس عروسی میدید. آقا جون من اگه الان نخوام عروسی کنم چی؟ این چه حرفیه؟ هر دختری باید بره خونه بخت. این سنته، از قدیم ایام بوده، هنوزم هست. زن تا شوهر نکنه کامل نمیشه. من اگه الان نخوام زن کرامت بشم چی؟ چرا؟ کرامت عیب و علتش چیه؟ پسر رفیقمه، حسن و نسب داره، خانواده داره، قوم و خویشمونه. ممکنه بعضی موقع جوونی کنه، اما مثل خیلی از جوانای ده آسمون جور نیست. من بی خیالم. اول آدم باید خاطر یکی بخواد، بعد باش عروسی کنم. علاقه به وجود میاد. کافیه دو روز با شوهرت بری زیر یه سقف، چنان دلنگرانش بشی که نتونی یه لحظه ازش دل بگیری. حالا به جای این حرفا برو بساط شام آماده کن. آقا جون روم نمیشه تو چشاتو نگاه کنم. من دلم پیش یکی دیگه است. با من در نیفت که باختی. چی میخوام؟ جفشیش. هر وقت دیدی این کتنمه ها بدون بخت و اقبال رو شونم. کاش تو زندگی هم همینجوری جفشیش میابردم، اون وقت به جای اون 10 هکتار زمین های اون برم همه مال من بود. تاس بریز رفیق، تاس بریز که باختی. بیا محلقا میگفت این هفته بیام شیرینی خانوم، دوستم بیارم و بردم. نگاه باختی شاتر، باختی. نیت که خیر باشه هرچی که بخوای میاد. خدا بیامرزتت شد، خدا بیامرزت. خب جوابمو ندادی. یکم وقت میخوام سفر. وقت؟ آره وقت. وقت میخوای چیکار؟ میخوام یکم وزنم رو به راه بشه. همه چی رو به راه میشه امان. درسته که 2-3 سال محصولمون ضایع میشه، اما اونقدر داریم که تو نگران نباشی. تو که منو میشناسی سفر،
خب خوش ندارم دخترم اینجوری بره خونه بخت. نمیخوام که بهت ببخشم، قرضه، ازت پس میگیرم. تازه پس ندی از حلقومت بیرون میکشم. نکنه خیالات چیه میکنی سفر؟ تو که وضع منو میدونی. محبت تو از یادم نمیره، فقط چند ماه وقت میخوام که روبراشم. این کرامت مرد از بس که شب از خواب پرید و پریشون شد. بعدم واسه خود ما دوتا هم خوب نیست. منو تو خیلی ساله که همو میشناسی، جوری حرف میزنی انگاری که منو نمیشناسی. میشناسمت، میدونم که اهل زدن زیر قول و قرار نیستی. ما با هم بزرگ شدیم اما ایقدی های هم دیگر دیدیم، هم رفیقیم هم قوم و خیش. خیالم هم راحته که اول و آخرش گندم عروس خودم. اما خب چون تو میگی باید حق رفاقتو به جا بود. چقدر وقت میخوای؟ چند ماه؟ سه ماه. قبل درو میرن خونه بخت. قبول. چپق بکش. روحت شاد. قشنگ شدی، دستم هم خیلی اومد داره، حالا میبینی خیلی خوب شدی، خیلی قشنگ شدی دیگه، این پسر شهریا شدی. خوبه؟ خیلی خوب. بیای من بگی بیام بسوشم اونجا بزا کدتو بیارم بپوشی. ببین بپوش اینو. به به قشنگ شدی. ببینم من به شما علاقه دارم. علاقه من به شما بسیار زیاده. علاقه تو که به درد نمیخوره. بعد ببینی گندم به چی علاقه داره. گندم به چی علاقه داره؟ گندم یه خیاطه دیگه. یه خیاط به چی علاقه داره؟ وا. سلام دختر خاله، یه عرض داشتم خدمتتون. چند بار بگم من دختر خاله صدا نزنید؟ مگه من دختر خاله شما؟ قوم و خویش که هستیم بالاخره که. تو این ده همه قوم و خویشن. بفرمایید. بچه‌ها تو شهر منتظرن. اگه شما چیزی لازم دارید من بگم براتون بیارن، قیچی، الگویی، مجله مدلی، سوزنی نخی، هر چی. من چیزی نیاز ندارم. قیچی الان قیچی خیلی غریبی اومده. خیلی کارآمد هستن. بیداد میکنن خدا شده. آخه کرامت قیچی غیر از بریدن کاغذ و پارچه مگه کار دیگه ای هم میکنه؟ خیلی ممنون، گفتم چیزی نیاز ندارم. دختر خاله من به شما علاقه دارم، همین نامه تمام. آخه کرامت اینجا بده، تو محل خوبیت نداره. خوبیت نداره که مال بقیه است. داستان من شما رو همه اهل محل میدونم.
بعدم تو رو نیست، شما مشکل داری باشه، یه روز دوتایی با هم میریم شهر، میریم کافی شاپ میشینیم، صحبتامون میکنیم، بستنی فالوده میخوریم، کار تمام. دختر تنور رو خاموش کن، من دارم میرم. سلام. علیکم سلام. خدا رو شکر دوباره تنورتون گرم شد. شکر خدا. خیلی وقت بودیم برای نایده بودم. مشغول کارم شاترم. اومدم یه سر نون بگیرم. چند تا میخوای؟ یه دونه. بیا پسر. ممنون. راستی؟ از کرملی چه خبر؟ خوبه، سلام میرسونه، شهر پیش دهاشمه. از طرف من بهش سلام برسون، قدرشو بتون. تو این دور زمونه مثل آقات کم پیدا میشه. اونم همیشه از شما میگه. برو با امید خدا. خدا نگهد. بعضی وقتا به زندگی ساده آدم ها حسودیم میشم. باورت میشه بیشتر وقتا میشینم به همین کریم خورشید فکر میکنم که چقدر ساده و بی‌درد سر به هم رسیدن. نه عهدی، نه قول و قراری، نه بابا سفری. انگار خدا برای بعضی آدم ها اینجوری میخواد. اگه قرار بود همه مثل هم باشیم که زندگی خیلی لوس و بی‌نمک میشد. آقا جونم میگه ترس و نگرانی نمک فلفل زندگیه. گاهی وقتا سخت رسیدن مزه دیگه ای داره. یکایت من و تو هم همینه، به هم میرسیم اما یکم سخت، یکم دیر، ولی میرسیم. قبل اینکه بیام اینجا یه سر رفتم پیش آقا جونه. گزارشو تنش گرم شده. حرفی هم زدی؟ نه، باقی میخواستم ببینمش. دلم خیلی براش میسوزه. از وقتی که کارش کم رونق شد میدیدم که همش تو خودش و با هیچ کس حرف نمیزنه. خیلی سختی کشید اما الان یکم رو به راهه. اما هیچ چیز به اندازه این که اون رو پا و سلامت ببینم منو خوشحال نمی کنه. تنها حسرتی که دارم اینه که چرا خیلی وقت پیشه در مورد خودمون با آقا جونت صحبت نکردی. برشیم یک ذره سخت‌تر میشه. فکر این که همین روزا بابا سفر دست پسرشو بگیره و بیاد خواستگاری داره دیوونه هم میکنه. شده کابوس هر شبه. از وقتی که گفتم دلم با کرامت نیست خدا رو شکر دیگه حرفی از خواستگاری نمیزنه. نمیدونم چی رو سرش میگذره ولی انگار مثل قبل نیست. آخ که چقدر دلم میخواست مادرم بود. هر شب قبل از خواب ازش کمک میخوام، اینکه یه راهی جلو پامون بذاره، اینکه یه دلی بهم بده تا بتونم با آقا جونم حرف بزنم در مورد تو و خودم. تو چه فکری؟ از یه چیزی میترسم. از چی؟ از این که به زندگی عادت کنم،
البته من هنوزم میتونم صبر کنم، تا اگه سالها طول بکشه، اما بدون تو نمیتونم. گندون تو هم صبر میکنی؟ حتی اگه سالها طول بکشه؟ چه به موقع؟ علی. بله. علی، پسر کرم علی. بله. یعنی گندم و پسر کرم علی. فکر کنم چون که یه روز که من رفته بودم خونه گندم، دیدم که داره یه دستمال و گلدوزی میکنه. بعدن که رفته بودم برم پیش، یعنی همجوری داشتم از یه جای رد می شدم، دیدم که اون دستمالی که گندم گلدوزی کرده دست این پسر علی است. حالا دیگه من نمیدونم دیگه، حالا خودتون می دونید. مواظب باش، کسی نباید از این ماجرا با خبر بشه. حرمت خانوادتو نگه دار. اسم خاندادشت رو این دختر است. من مطمئنم که شاترمان روحشم از این ماجرا خبر نداره. این حرفا چیه میزنی سفر؟ معصیت داره. ثواب این حرفا بیشتر از معصیتشه. گندم غلط میکنه، بی‌ناموسی کنه. من که نگفتم گندم کاری کرده، فقط نباید آبروی من تو رو ببره. اصلا انتظار نداشتم سفر. من دخترم خوب میشناسم، این وصله ها به گندم نمیچسبه. خبر دارم گندم و علی هم دیگر رو میبینن. گندم با علی هیچ رابطه ای نداره. کسی که این خبر رو به من داده حرفش برای من سنده. تو هم بهتر حرف منو باور کنی شاطر. امروز من میگم، فردا تو ده چه میفته. گوش کن سفر، من و تو سالها قبل با هم قول و قرار گذاشتیم، اما دوست ندارم نه تو نه کس دیگه از دخترم بد بگه. دختر تو مثل دختر خودمه، عروس همه. تو هم نباید بهت بر بخوره شاطر، رفیقتم که بهت میگم. کجا؟ میرم خونه خورشید. نمیخواد بری؟ بذارم بری که باز خبر آبروزی تو برام بیارن. من که گفتم کاری نکردم. بعد 40 سال رفاقت با سفر پا رو عهدم گذاشتم. برای چی؟ برای دل تو.
قبل اینکه تکلیفت با این پسر روشن شه با هم تو ده وعده میذاریم؟ میدونی اگه اهل ده بفهمن چه بلوایی میشه؟ خوارم کردی دختر. الان هم هیچ جا نمیری، میشینی تو خونه تا تکلیفت روشن شه. هر چی شما بگی. خیلی سال هم دیگر ندیدیم، اما من و تو هر دومون غم فراق رو دلمون سنگینی میکنه. هر دومون اول زندگی یارمون رو از دست دادیم و یادگارش رو بزرگ کردیم. با اینکه سال هاست نیستم و از اینجا دورم، اما شک ندارم که هنوزم یاد نرگس خانومه که دلتو خوش میکنه. برای همینه که میگم تو عشقو میفهمی، دلو میشناسی. شده هفته یک بار نری سر خاک اون خدا بیامرز و باش خلوت نکنی. اون چیزی که پشت تو رو خم کرده همون کار نیست، فراقه. مگه تو خودت ساده به نرگس رسیدی؟ مگه صبر نکردی؟ مگه غصه نخوردی؟ گریه نکردی؟ نجنگیدی؟ علی رو که بردم شهر پشت لبش سبز نشده بود. می دیدمش که به خودش می پیچه و همه حواسش پی اینه که هر از گاهی به بهونه‌ای بیارمش اینجا. بعد چند سال فهمیدم که دردش چیه. دلش هوای گندمو می کرد. اما این بچه ها سال هاست که منتظرم به هم برسن. مردم ده گندم و عروس سفر میدونن. دلم نمیخواد بعد 50 سال آبروداری توی روستا چوب بیفته که شاترمان پا گذاشته روی عهدش. اونم با کی؟ با سفر که مردم ده روی اسمش قسم میخورن. همه ده روی اسمش قسم میخورن، برای اینکه سفر تک تک آدم های این ده رو مدیون خودش کرده. غیبتش نباشه، اما ملاک پول داره. بعید میدونم که همه این کاراش از سر خیرخواهی باشه. سفر از جوونیش هم شیفته این بود که آدم ها دورش باشن و مجیزشو بگن. حالا تو به خاطر حرف 4 تا آدم که امروز میگن و فردا یادشون میره میخوای آینده این دوتا بچه رو خراب کنی؟ همین الان هم چه افتاده که گندم علی همو میبینن. اگه این پشپشا همه گیری بشه خطرناکه، فتنه میشه. اگه یه موقع خدایی نکرده به دخترم بهتون بزنم، میدونی چی میشه؟ خون را میفته. خون کرم علی. این حرف مال اینجاست. 4 قدم پاتو بذاری اونور برادر برادر را نمیشناسه. دست بچه تو بگی بیا شهر. تو این سن کجا باید برم؟ اگه هفته چند بار درم سر خاک نرگس و باش حرف نزنم دق میکنم. راستش میدونستم که یه روز کار به اینجا میکشه و این من و تو این که باید تصمیم بگیریم. حالا هم ازت جواب نمیخوام، ولی بشین فکراتو بکن. این گرهیه که فقط به دست تو وا میشه. ازت میخوام یه شب وقتی علی از اینجا ببری. فکر و خیال بد نکن.
علی بره دهن مردم بسته میشه. شاید اینجوری راحت تر بتونم با سفر کنار بیام. واقعا دست درد نکنه شاتر. هر جا میریم نقل نونته. خدا شاهده خیلی خوشحالم که تا نورت دوباره داغ شده. دست درد نکنه رستم. خودت که راضی؟ خدا راضی باشه. انشالله یکم دستم باز شه. میرم شهر یه دستگاه جدید میارم و یه تغییر تو سر شکل انجام میدم. انشالله شاتر. انشالله. خورشید چطور؟ خورشید خانوم. یه مقدار این روزا سردرداش زیاد شده. شبا از درد خوابش نمیبره. تو ده که خبر نیست. چرا نمیبری شهر؟ دوایی، دکتری، یه چیزی؟ فخ نمی کنم شاتر. یکی باید باش بره. من که صبح تا غروب سر کارم. راستی قربون دستت یه زحمتی آراد دارم. خورشید خانم ویار نون تو کرده. صبحی به هم گفت گفتم غروب برات میگیرم. اگه زحمتی نیست یه نون بزرگ براش بزن. بعد از آن میام میبرم. روی چشم. حساب کنم شاتر. خورشید مثل دختر خودم. مهمون مایی. برو به سلام. عزت زیاد. خداحافظ رستم. جوری برات اندازه زدم تا نه ماهگی توش راحت باشی. دست درد نکنه. نمیدونی آقا کریم وقتی شنید چقدر خوشحال شد. داشت پر در می آورد. راجع به اسم بچه‌م خیلی حرف زدیم. قرار شد اگه دختر بود من اسمشو بذارم. آخر رفتم پیش فالگیر گفته بچه دختره. ایشالله سالم باشه. ایشالله. آقا کریم عاشق بچه است. به یکی که قانع نیست. میگه دندم نم کار میکنم خودم خرجشون نمیده. داری میری؟ آره برم. الان میاد بر نهارشو بده. خدافز. 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 تو فکر و خیالی؟ نه. داشتم به بچه تو کرامت فکر میکردم. خیلی بچه تون قشنگ میشه نه؟ خیلی ماشالله. چیز گنده اون تو چرا هیچ وقت حال کرامت از من نمیپرسی؟ چون میدونی تا من میرم خونه اون هی میپرسه گندم چطوره، گندم چی کار میکرد، گندم چی. خیلی خیلی خاطرتو میخواد، همش به تو فکر میکنه، تو خواب همش اسم تو رو صدا میکنه. خیلی قشنگه آقای اینقدر خاطر آدم بخواد. نه خوش به حاله. آخه کرامت آدم بدی نیست. دستت درد نکنه. Thank you.
بود رفتی خورشید خانوم، دیدی تنها شدم خورشید خانوم. حالا بدون تو چی کار کنم خورشید خانوم؟ باشو دخترم، بیا بیرون یه آبی به صورتت بزن. همین چند روز پیش اندازش رو زدم براش لباس حامله که بدوزم. خوشحال بود که فالکی بهش گفته بود بچهش دختره. اسمش هم انتخاب کرده بود. انگار همین دیروز بود که لباس عروسیش رو دوختم. کسی از فردای خودش خبر نداره. قسمت آدم ها دست خودشون نیست. فکر و خیال بسه. شگون نداره دختر دم بخت به نوع عروس مرده فکر کنه. از این پسر خوشم آمده. جنم داره. خوب آدم تو زندگیش به دیواری تکیه کنه که به سادگی نریزه. باشو دخترم، دلم نمیخواد با لباس سیاه برای خود رخت عروسی بدوزی. بشین. این ملت ساده دلو بگو، چه ساده دلشونو سپردن به تو و اون نونت. هیچکی هم نیست بپرسه تو این سرما، تو سال آفت و بدبختی یه شبه چجوری شاطر امان دستش طلا شده و تنورش داغ. از چی حرف میزنی سفر؟ چرا صاف و پوزگنده نمیری سر اصل مطلب؟ اصل مطلب تویی شاترمان. اصل مطلب اون نونی که میدی دست این جماعت. این برکت خداست تو سفرشون. مخدر قاطی نونشون میکنی. این معاملات چیه میگی؟ این داستانها چیه بر خودت میبافی؟ تو خودت بگو چطور کمتر از یک ماه همه اونایی که ازت بریده بودن و سراغت نمی اومدن یهو جلوی مغازت صف بستن. گندم سالم از کجا آوردی امان؟ ها؟ آرد سالم از کجا آوردی؟ از سر قبر من؟ رفیقیم سفر، اما دیگه حوصله شنیدن این حرفا رو ندارم. برای کار نکرده داری منو استنتاق میکنی؟ بیا تو ببینم، بیا تو.
شرمندتم شاده. من فقط خیرتو میخواستم. از همون روز اول نگرانت بودم که نکنه خدای نکرده کار دست خودت بدی. دهنم قرص بود تا اینکه بابا سفر بود گفت. به همه میتونستم دروغ بگم جز بابا سفر. نگرانت بود، از من خواست دور از چشم شما از مخدری که تو خمیر میزدیم کم کنم، تا اینکه کریم اومد نون خواست، یه نون بزرگ برای خورشید. مرگ خورشید هیچ ربطی به من نداره. خورشید مریض بود. خورشید مرد چون مخدری که به نونش زدی اونقدر زیاد بود که یه دختر نحیف باردار رو از پادر بیاره، نفسشو بگیره. کریم اومد گفت درد داره، گفت شبا خوابش نمیبره. من خواستم دردشو ساکت کنم، خواستم کمکش کنم. نگو که خورشید از نون من مرد. چه کردی با خودت اما؟ چه کردی؟ از فقر و نداری خسته شده بودم، از همه خجالت می‌کشیدم، از گندم، از تو. یه نمی‌دونستم تو محل سرمو بالا نگه داری. مردم بس که زخم زبون شد. فقط خواستم مردمو به نونم عادت بدم. نخشبی آروم باش، اتفاقیه که افتاده. این مخدراتو از خودت دور کن، نون سالم بده دست مردم، سرتو بالا نگه دار. تو خلاف کردی، ولی تقدیر دست من و تو نیست. شاید عمر اون دختر به این دنیا نبوده. خیالت راحت باشه، تا من زندم نمیذارم کسی از این ماجرا بویی ببره. سلام. سلام. خدا رحمتش کنه. بی‌ادبی نباشه. ردتون رو گرفتم، دیدم داره میای سر خاک. گفتم بیام چهار کلمه با شما حرف بزنم. آقا کرامت، حالم خوش نیست. حال منم خیلی بهتر از حال شما نیست. میدونم دل گرفته اید، اما راستش رفیق درست حسابی نداریم که چهار کلمه بشه باش درد و دل کرد. بر همینم دلو زدم به دریا، گفتم بیام پیش خودتون حرف دلم و راست و پوسکنده به خودتون بگم. تو این سالا هر وقت بحث وعده شاترمان آقا میشه یه جورایی دلگیر میشم. من میدونم که شما دلتون با من نیست، ولی من خیلی ساله که خاطر شما رو میخوام. خیلی ساله. هر وقتم که پا پیش گذاشتم شما یا بهونه بیکاریمو گرفتین، یا اینکه چرا سربازی نرفتم. به خدا قسم دختر خاله، گنم خانم، ما سربازی نرفته مرد شدیم.
با این که معاف شدم، ولی اگه شما بخوای رنج این دو سال به جون میخرم. میرم منطقه محروم، میرم لب مرز، میرم هر جا شما بگی من میرم خدمت میکنم. ولی اینا نیست که. شما حتی یه بار من وقتی دارم با شما حرف میزنم سرتو بالا نمیگیری، تو چشای من نگاه کنی. برای همینه که میگم اینا بهونه است. شما دلت با من باشه، قبول کن با من زیر یه سقف بیای، به همین ساعت عزیز قسم میخورم همون مردی بشم که شما انتظارشو داری. کار میکنم، زحمت میکشم، کاری هم به مال منال بابام ندارم. آقا کرامت، این حرفا جاش اینجا نیست. اینم یه بهونه دیگه است؟ بهونه نیست. چند بار بگم این چیزا رو بریم به آقا جونم بگی، نه اینکه دم به دقیقه تو محل جلوی منو بگیرین و از این حرفا بزنین. من فقط یه جواب خواستم. چه جوابی؟ شما فقط به من بگین دلتون با این وصلت هست یا نه. خواستگاری که تو قبرستون بالا سر نو عروس مرده باشه عاقبت خوشی نداره. میدونی این نو عروس سیاه وقتی که میگیم برای چی اینجا خوابیده؟ همش خدا خدا میکردم که همه چیزه که شنیدم دروغ باشه. برای چی این کارو کردی؟ برای چی مخدر زدین بدین به مردم؟ واسه تو، واسه خوشبختی تو. خوشبختی من؟ من که به همین زندگی قانع بودم. من چی خواستم جز این که اجازه بدیم با کسی که دوستش دارم زندگی کنم؟ چه گناهی کردم که باید کسی که همه اون بهش دل بسته بودم از دست بدم؟ چه جوری دیگه میتونم تو روش نگاه کنم؟ برو از اینجا دختر. تو برو دنبال زندگیت. برم که بابا سفر و کرامت با حرفاشون دستی دستی دقتون بدن. آقا جون، شما فقط خورشید رو نکشتی، گندمتونم کشتی. امان حال روز خوشی نداره. هرچی باشه خیشمونه. قرار دخترش عروسمون بشه، ما بهش نرسیم کی میخواد جمع و جورش کنه؟ از این وضعیت درش بیاره. بنده خدا نیتش خیر بوده، خواسته یه سر سامونی به خودش بده، اینطوری شده. تو هم چارچشمی مواظب باش اهالی بویی نبرن. این پسر جوالق رستم هم حواست بهش باشه. یه پولی بذار کف دستش، یه دستی به سر گوشش بکش، چیزایی که به ما گفته جای دیگه نگه. عاقبت نداره. از بابا تو شما خیالت راحت باشه. اون با من بخونم بگو خیرات بدم، شب جمعه است.
هوای این مادر مرده کریمم داشته باش. باید یه کاری بکنم از این حال روز در بیاد. برو من برم سراغ همون. خودشو خونه نشین کرده. مواظب باش، حواست باش. سلام بابا سفر. سلام دخترم. شاتر خونه است؟ بله، بفرمایید بالا. حالش بهتره؟ خدا رو شکر بهترم. مواظبش باش. به امید خدا هفته دیگه میفرستیمتون خونه بخت. هم حرف و حدیثی نیاد وسط، هم شاطر از این حال و روز در بیاد. خداحافظ. خداحافظ. مرو ببخش بابا، مرو ببخش. دلناز خانم، سلام. سلام. خوبی این؟ دیگه میدونم غمگین و دل گرفته این. خب حقم دارین، بالاخره دوستتون بوده. ولی این لباس سیاه از تنتون در بیارین. مطمئنم روح خورشید خانومم دلش میخواد غم از این روستا بره و شادی جاشو بگیره. دل من که خیلی بیشتر از این حرفا گرفته، هیچ کسی هم خبر نداره. این لباس سیام که تنمه، خب هم مال خورشیده هم مال دل خودم که خیلی شکسته. دیگه به خودم گفتم اگه مراد دل منو داد، خب هیچی، اگه نداد دیگه این لباس سیام من از تنم در نمیاره. منم براتون دعا میکنم که زودتر به مراد دلتون برسیم. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. حالا مثل همیشه لبخند بزنی؟ راستی بابا سفرم میخواستن که بیان شما رو دعوت کنن که حالا یه چند وقتی که تشبیه منزل ما ایشالله. منزل شما؟ بله دیگه، عروسی داداش کرامت همه. مبارک. عروس از دختره همین روستاست؟ بله، گندم دختر شادرما.
ببین علی، منم یه چیزایی شنیدم، خودم خیلی مطمئن نیستم. خیلی امکان ندارم چه اتفاقی افتاده باشه. شاطرم بخواد گندم زیر بار نمیره. برای همین بهت زنگ زدم تا خودت بیای تطوی ماجر رو در بیاری. منم امشب دارم میرم. کجا؟ انتقالی گرفتم. میرم جنوب. قبل رفتم میام میبینم از. فقط به خودت مسلط باش. گندم چی شده؟ گندم چرا خبری ازت نیست؟ حالا روز خوبی ندارم، میخوام یه مدت تنها باشم. تنها باشی؟ آقام خونه است، از اینجا برو. وایسا علی، برو. من میرم نجاری، میخوام باهات حرف بزنم همین الان. گندم چی شده؟ گندم ازت پرسیدم چی شده؟ چی شده؟ توی مدتی که من نبودم اتفاقی افتاده. چه اتفاقی؟ به من نگاه کن گندم. بگو چی شد؟ دارم دیوونه میشم. یه حرفه که راجب تو کرامت میزنم درسته؟ خدای من چی میبینم؟ با من چه کار داری؟ من نایمدم اینجا دوباره ناله بشنوم. وای ساگندم، تو رو خدا بذار برم. تو چه شدی گندم؟
تو رو خدا فقط بذار برم. بذارم بری. اگه رفتن راحت بود که انتظار دقیقه سخت نمیشه. بهم گفتیم برم شهر، یه مدت از اینجا دور باشم. آباد قول داده بود همه چی رو درست کنه. منم رفت. گفتین خبرم میکنین. گندم برات خونه رو نو کردم. برات چیدم. گفتین خبرم. چرا من فرستادیم برم؟ من اینکه میخواستم فکر کنم به خودم، به زندگی، به وعدهایی که به هم دادی. حالا تمومش کن علی. وایسا، تموم دل خوشیم به اینجا تو بودی گندم، وگرنه این خراب شده حرف دل نمیفهمه. همه این سختی ها مشکلات رو تحمل کردم. قرارم صبر بود گندم. من صبر کردم به خاطر تو. منم این همه سال صبر کردم که یه قدمی برداری، یه کاری بکنی، اما نشستی توی این وجب جاو گذاشتی همه آدم ها برای من تصمیم بگیرن. تو حتی جرأت اینو نداشتی که با آقا جونم حرف بزنی. چی کار کردی؟ خودتو قایم کردی اون وقت من منتظر بمونم؟ آقات رفت شهر، تو شهری شدی؟ با من از فرار حرف میزنی؟ کجا میومدم؟ میومدم شهر که برام زندگی درست کنی؟ با چه پولی؟ بعد از این همه سال رفتی تو زیرزمین خونه آقات برام اتاق گرفتی؟ چی فکر کردی؟ فکر میکنی میشینم تو خونه تو آخر عمر منتظر میمونم تا تو برام تصمیم بگیری؟ آره علی، درست فکر کردی. خواستم نباشی و دور باشی تا ببینم میتونم نبینمت. اما حالا دیگه بس، من میتونم بدون تو هم زندگی کنم. برو علی، از اینجا برو. اومدم باهات حرف بزنم سفر. دلم رضا نمیده این وصل از سر بگیره. یعنی چی این حرفا؟ ازت میخوام عروسی رو به هم بزنی. الان؟ این چه حرفیه تو داری میزنی؟ الان وقت این صحبت ها نیست. کل ده فردا شب دعوتن. وقت تو یه کاره آمدی میگی به همش بزنی. چی تو کلت داره میگذره؟ من هیچی تو زندگیم ندارم جز یه آبرو که تو هر سال داری به یه بهونه‌ای باش بازی میکنی. ما با هم عهد بستیم. مردونه گید کجا رفته؟ منم همین یه پسر که از همه دنیا بیشتر میخوامش، چند سال صبر کرده، قصه خورده، حالا یه شب قبل عروسیش اومدی میگی که به همش بزنیم. گندم چیکارش؟ خب چرا تا حالا ساکت بوده؟ چرا تا حالا حرفی نزده؟ برای خاطر من، برای آبروم، برای عهدی که من با تو بستم.
گندم دختر باشعوریه، نگران نباش، عشق و علاقه به وجود میاد. اما گندم دلش من میشه. من دیگه با دل گندم و دل تو کاری ندارم. ببینم آن، من همه عمرم رو پای رفاقت تو گذاشتم، نمیخوام منت سرت بذارم، چشمم کور باید میگذاشتم، اما اگر من نبودم الان معلوم نبود چه عاقبتی داشتی. امان، قتل کردی، پات واسادم، اما دیگه بسه. اگه بخواب پا روی عهدت بذاری و با آبروی من بازی بکنی، کلامون میره تو هم. دیگه هم نمیخوام چیزی بشنوم. الانم به جای این حرفا برو یه ذره به سر وضعت برس. نمیخوام فردا بچه ها توی جشن قصه دار ببیننت. شاطر اما از اینجا برو، گندم تو فروختی. چرا اینجا نشستی زیر بارون؟ بمیریم بالا، بابا سفر سراغتو میگرفتا. چیزی شده؟ برو تو خونه سرده، میخوام تو خودم باشم. الهی من بمیرم، قصه چی تو دلته؟ فردا شب عروسیته، بعد حالت خوب باشه، اینجوری شگون نداره ها. چطوری میتونه حالم خوب باشه وقتی دختریو که بعد این همه سال میخوام هنوز دلش با من نیست؟ چرا دلش با تو نیست؟ بهت بله گفته یعنی دلش با توه. تو چه میدونی؟ دلگرون چی هستی؟ دلم شور میزنه. دلت شور نزنه، بد دلی کنی بد میاری ها شب عروسی. گندم که خوشحاله، اگه دلش رضا نبود که بله نمیگفت، لباس عروس با اون قشنگم برا خودش دوخته. خانداداش اگه اینقدر غم و غصه تو دلته، خب من میگم همین الان پاشو برو خونه شاطرم، پاشو برو بشین با گندم قشنگ حرفاتو بزن، سنگاتو وا بکن، نزا غم و غصه تو دلت بمون. آخه آروم باش، یکم آروم باش. چجوری آروم باشم؟ اصلا شدی یه آدم دیگه.
همه عمرم گذاشتم باش. اصلا باورم نمیشه این گندم همون گندم که بچه که میشناختم. چی کار میتونی بکنی؟ غیر تحمل من یک کار دیگه یه هم میشه کرد. فقط باید قبول کنی که دیگه گندم مال تو نیست. درست یا غلط تصمیمشو گرفته. حالا میفهمم چرا من از اینجا دور کردم. بازی بود. من فرستادن که غلطی دلشون میخواد بکنه. گندو اون چرا این کارو با من کرد؟ باورت میشه؟ راستش نه، فقط مطمئنم اون به اجبار تنبیه ازدواج داده. اون نمیتونه یه شبه به این همه سال به این عشقی که من بین شما دوتا دیدم پشت کنه. راحتشو نمیذارم. فقط موندم تا برگردی و باهات حرف بزنم. دیگه نمیدونم کی و کجا میبینم. فقط ازت میخوام از این عشق، از این دختر بگذری و آروم بشی. به خدا خیلی وقتا تنهایی هم بد نیست. مگه نگفتی دختری که سر سفره عقد بشینه اما دلش پیش کسی دیگه باشه بی حفتی کرده؟ دیوونه شدی؟ زندگیمه نمیگذارم. سلام. چیزی شده آقا کرامت؟ دلم نمیاد تا صبح صبر کنم. راستش تو این مدت خیلی فکر کردم. من دلم نمیخواد شما رو به زور یا هر دلیل دیگه وادار به این کار کنم. این حرفا رو بذارین کنار آقا کرامت. من بی وصلت رضایت دادم، تصمیمم رو گرفتم. منم تصمیمم رو گرفتم. اگه میشه توی وجب جا که همه دارن تو زندگی هم سرک میکشن چیزی پنهون بمونه. شما دلت هر جا که هست میشه من نیست. اینو خیلی وقته میدونم و به روی خودم نمیارم. شما نباید تقاس اشتباهی شاطر امانو پس بدین. شاطر امانو نونشو اتفاقی که توی این مدت افتاده همه باید فراموش بشه. مطمئن باشین منم اینقدر مرد هستم که تا روز قیامت دهنم قرص بمونه. دنبال دلت برو.
منم از اینجا میرم. امشب با آقام صحبت کردم. میرم شهر با میستم به کار. میخوام یه مدت از اینجا دور باشم. بذار همه فکر کنن کرامت جنمشو نداشت. اینجوری بهتره. این چیه؟ اینو گرفته بودم سر سفره عقد بهتون بدم. کادوی عروسیتون. خوشبخت باشین.